چون هر کسی هر اعتقادی داره برای خودشه، تا جایی که به مردم صدمه نزن. هر کی یه گروهی رو باز دوباره یه جلساتی رو داره دنبالش میره، شنیدم آقای اسماعیلیون هم داره این کار میکنه و دوباره باز نفاق و چند دستگی از این. بسیار چهره‌ای شاخص داریم که مطلقاً در رسانه‌های لس‌آنجلس حضور پیدا نمی‌کنه، اما این آقا میاد ادعا میکنه که تکلیف اپوزیسیون خود من روشن میکنن، اونا با من. یک اپوزیسیون فاخری دادیم که کار خودشونو میکنن، تلاش خودشونو میکنن، منتها اونا وارد این اپوزیسیون قلابی که این بر آبها ساخته میشه و لس آنجلس اینا نمیشن. چطور ممکنه شما 600 تا چشم دختر رو ببینید؟ بله. تو شلیک کردن، کورشون کردن، اینو آدم ببینه، صورت دخترایی رو که اسید پاشیدن ببینه، جوانایی مثل دسته گل که بالای چوبه دار رفتن ببینه، باز از این رژیم دفاع بکنه. من اگر شما رو به هر کسی که میپرستی، تویی که این کار میکنی، بیا به ما بگو، شاید ما فهمیدیم، ما میام دنبال تو، میام زیر پرچم سینه میزنیم. شما که 6 ماه اینجا، 6 ماه ایرانی، میگی کارت چیه؟ شغلت چیه؟ از چه راهی زندگی میکنی؟ از استاد دانشگاهش، از نمیدونم کسانی که حالا یه چیزی مود شده، همه میگن ما ژورنالیستیم، روزنامه نگاریم، فلانیم، باشین اصلا خدا باشین، وقتی که دارید غلط حرکت میکنی، غلط حرکت میکنی. ولی حالا ایشون میگه که من چیکار کنم. خب من سوال میکنم، شما اصلا چه کاری که چیکار قرار بکنیم؟ ما هر کدوم یکی از 90 میلیون ایرانی هستیم، یه کاری هم بلدی بکنیم، میمونه نمیدونم برنامه‌ساز رادیو تلویزیون یا شما که میگی روزنامه نگاری. و شما مگه قرار چی کار بکنی؟ شما رهبر حزبی؟ سلام و درود بر بینندگان عزیز برنامه در حاشیه. در پنجشنبه 15 فوریه 2024 برابر با 26 بهمن ماه 1402 و 132 روز جنگ اسرائیل و حماس، 45 برنامه در حاشیه را به اتفاق دوست و همکار عزیزم بهمن فتحی تقدیم حضورتون میکنیم، با تشکر از رضا کیهان و رضا آلمان. امیدوارم که به هر حال یک ساعت رو برای ما در نظر گرفته باشید و این خدمت ما رو تا پایان زمانی که داریم همراه ما باشید. بهمن جان، من سلام میکنم به شما، به بینندگان ارجمند این برنامه و واقعا هموطنان گرامی که در جای جای جهان، هر چقدر محدود ولی این برنامه رو تماشا میکنن. خوبی یوتیوب اینه که گاهی وقتا اطلاعاتی میده و شما یه موقع میبینید مثلا در شیلی دوتا بیننده دارید و این جذابیت داره. به هر حال بسیار ممنونشون هستیم که در این پراکندگی و در این به هر حال آستانه که گذشت، متاسفانه این نکبتی که 43-44 ساله حسن جان کشور ما دوچارش شده، این طاعون واقعا دیگه به کشور ما، و این چند روز هم با هم بخشش تک تک ما تعقیب میکردیم. خب رسانه ها یعنی یه جاییش همراه غصه بود، یه جاهایی آدم نمیدونه چی بگه. تلاش شده، بسیارم تلاش شده، از همون روز اولم که جمهوری اسلامی اومد سر کار، ما تو این برنامه هم بارها حمایت کردیم از اپوزیسیون که مهاجرت ها، ولی ایرانی ها واقعا ننشستن، تلاش کردن حسن جان، و خیلی هاشون خیلی هزینه دادن. حالا میپردازیم به این، ولی متاسفانه امروز به جایی رسیدیم که گرچه مردم ایرانم هر سال نسبت به سال قبل، ما خبرای همین که مردم هم ریزش میکنه، حتی اون 20% طرفداری که دورانی صحبت میکردن، خب آخرین 22 بهمن رژه آقایون رو دیدین چه پراکندگی داشت، حتی نتونستن اون 10% 15% طرفداری که حالا طرفدارای رانتی ان، طرفدارای هر دلیلی، اون هم نتونسته بودن الان، برای اینکه اونا هم تحت فشارن دیگه. بله، در تایید صحبت شما یه سوالی در سطح جامعه مطرح هست که چطور مثلا روزی به نام والنتاین رو مردم اینقدر جدی میگیرن، همه جا شلوغ، بادکنک و قلب و نمیدونم
گل و همه این چیزا، مردم در تکاپو هستن، اون اکتیویته به قول شما خارجی ها، اون تحرکی که وجود داره اصلا چشمگیره. چرا اینجوریه؟ من فقط یه چیزی به نظرم رسید واقعیت قضیه، و اون این است که مقدار قابل توجهی از این حرکت، این تحرک، لجبازیه. یعنی اینها اگر که دنبال رفراندوم میگردن، اینا همش ریز ریز رفراندومه. بله. شما 22 بهمنتون اینقدر ورشکسته برگزار شد، و حالا امیدوارم آقای سجادی حسابای دیگه ای نکنه مثل ضرب المثلایی که وجود داره. اما دو روز بعدش میان والنتاین، میبینید که چه قوقایی میشه، و وقت این رو آدم میتونه به حساب دهنکجی ملت و لجبازی ملت با رژیم به هر حال نظر بده راجبش. و در این موارد هم صحبت در واقع اصلا جان درست روز همون 22 بهمن، چون این تجربه ایت من شخصی مدارم میگم، یادم به شما تعریف، برای شما تعریف کردم، من دو تا تماس صبح اینجا که میشد، شب شب تهران و خونه فامیل، دوست فامیل زنگ زدم و گفتن که صدا میمد مرگ بر دیکتاتور و اینا. گفتم اینا چیه؟ گفت بیرون دارن الان یه سری بچه ها این شعارها رو میدن. یادتون باشه سالهای قبل اصلا حداقل یه روز 22 بهمن و اون طرفدارای خودشون میمدن، بقیه هم کاری نداشتن، دنبال شادی های خودشون. هر سال روز خط نمیدونم مرگ خمینی و دیگران، دوستان سفر میرن، به شمال میرن و کاری ندارن. ولی امسال اون بخش رو آورده بودن همون روز 22 بهمن اعتراض میکردن، شعار میدادن. من اینو یعنی پای همین تلفن واتساپ اینا شنیدم اینا رو خودم. بله، آخه چیز عجیبی نیست به من جان. این ماجرایی که به هر حال مردم ما تحملشون تا یه جاهایی میشد اینو قبول کرد که دارن تحمل میکنن، حالا یا به خاطر 12 امام و 14 معصوم و فشتن آل عبا و بهشت و این حرفا بود و سید اولاد پیغمبر و اینا بود، تا یه حدی. وقتی که شما شکم طرف رو میبینید گرسنه است، غذا نداره، دیگه دین و ایمون سرش نمیشه، به گشتگی نکشیدی که عاشقی یادت بره. اینا فکر کردن که با زور چماق و نمیدونم اعدام و شکنجه و این قضایا میتونن به مردم حکومت کنن. نه، خودتون میدونید، خودتون واقف هستید که اینا عاقبت نداره، بزرگتر از شما هم آمدند و نتونستن ادامه نتونستن بدن، یا سرنگونشون کردن یا خودکشی کردن مثل هیتلر و داستانهای بسیار زیادی که هست، حالا در وقت ما نمی گنجه. به هر تقدیر نمیشه، شما ما اشتباه محاسبه دارید تو کارتون، اینجوری مملکت داری فایدسی یخدور. بنابراین مردم منتظر جرقن، هر لحظه در هر کجا شما نگاه میکنید میبینید که میاد به هوای حقوق عقب افتادش، حالا یا بازنشسته است یا کشاورز یا هرچی است یا کارگر فلان کارخونه است، اینا میان و اعتراض میکنن در حد همون کمبود حقوقشون یا نرسیدن حقوقشون، اما در باطن اعتراض به وجود شما ها میکنن، اعتراض به این نظام ظلم و جور و ستم میکنن. اینا رو بدونید اصلا حسن جان به کارهایی میکنن که دیگه واقعا خریدار نداره. ببینید در اومدن در آستانه همین سالگرد انقلاب یه پکیج های فجرانه گذاشتن. بله بله بله، که اول من فکر کرده بودم من یه 700 فکر صحبت نمیم 800 هزار تومان پکیجیه که نمیدونم گوش توشه، تخم مرغ و پنیر 700 تومن ارزششه و یه 15 دلار. بعد من فکر می‌کنم حتی اون 15 دلار رو میدم، ولی بعدا مثل که اونم نبود ظاهرا یه بخشی از اون رو 225 هزار دلار، یه چهارمشون مثل که تخفیف داده. بله، یه 4 دلارش رو پرداخت میکنم، ولی اصلا بیداد گرانی عدم، یعنی اصلا اینا دیگه دیر شده، یعنی واقعا دیر شده. ولی اینکه حالا اینو گفتیم مثلا جان دردش گفتیم، خب خارج از کشورم هر سال توی دوران رسانه ها همه برنامه هایی میذارن دیگه، واقعیت اینه 44 سال تلاش کردن، سالگرد انقلاب هم برنامه میذارن، بخشی اینکه اشتباه ها کجا بود، چرا انقلاب شد، کی نایش ایراد نداره،
در ولی ما حرف من اینجا هم حرف دارم که الان این داستانایی که اتفاق میفته دوران یه گروه هم که خب آینده چی باید بشه، چون 44 سال گفتیم هر سال همین رو میگیم و سال دیگه متاسفانه مردم وقتی این حرفا درست سر نمیاد یا عملی نمیشه، همه که سیاسی نیستن، همه مسائل سیاسی رو اصلا جان نمیدونن، بعضی در مقابل تاریخ یه سری میگن آقا چند نسل از بین رفتن، درسته چند نسل از بین رفتن، ولی از اونورم نگاه میکنی 40 سال در تاریخ زمانی نیست برای آدمایی که کارشون تاریخه و به همین دلیل. ولی مردم عادی خب گناه ندارن، تعبیر اینا نیده تا که هر سال ما اینو هی تکرار کنیم چه باید بشود ده. چگون یعنی این آلترناتیو رهبری چگونه باید به وجود بیاد. وقتی هم که حسن جان ما به این آلترناتیو ها نزدیک میشیم یادمون نره بخشش جمهوری اسلامیه که بارها گفتیم در این بین ماها لس آنجلس رسانه ها این و لندن جای دیگه یا همه جا در این کار حکومت باهوشی بوده، هزینه میکنه، سالها هزینه کرده، آدمای خودشو جاسازی کرده یا دائم میخواد این وسط با یعنی وقتی که ببینین ما بارها تو این برنامه گفتیم هیچ راهی نداره، ما باید همدیگر رو بپذیریم، یاد بگیریم با هم زندگی کنیم و ممکن عقاید سیاسیمون با هم فاصله داشته باشه. یعنی اینکه امروز مشروط خواه به جمهوری خواه یا برعکس فوش بدن مشکلی از مشکلات ما حل نمیکنه، ولی درست در همون شرایطی که اصلا جا میرین در آستانه سالگرد این انقلاب لعنتی این فتنه یا هر چیز چه بذارین صحبتایی هم هست که یه سری نشستای جدی بشه یا یه آلترناتیو رهبری ممکنه به وجود بیاد، یه گروهایی ماموریت پیدا میکنن، نمیدونم مثلا مصدقی های فلان با توهین به همه همدیگه فرق نمیکنه، اونا هم به اینا. این خیلی غم انگیزه، اینه چه باید کرد که میدونیم هم لطمه زده، 44 سال هم این لطمه زده ولی بازم ادامه داره. بله من با اجازتون میخوام برمن جان یه دو سه دقیقه با بینندگان مستقیم صحبتی داشته باشم بعد بپردازیم به بقیه مطالب. دوستان عزیز تشکر از این که کامنت میذارید، نظرتون رو میگید، واقعا سپاسگزارتونیم، میخونیم همه اینا رو در جریان هستیم و دلمون میخواد که باز هم ادامه بدید این کار رو. و خب طبیعتا ما اعلام کرده بودیم برنامه رو میخوام اضافه بکنیم به دلیل خواست خودتون که تماس میگیرید و میخواهید که ما بیشتر در خدمتتون باشیم، اما با توجه به این که ما نه سرمون در آخر کشور دیگری سازمان اطلاعاتی دیگری یا فلان و بهمان، من و ایشون در حدی که در توانمون هست در به اصطلاح اجازه میده شرایطمون یه برنامه رو ما شروع کردیم و داریم میریم جلو. برای آینده هم طبیعتاً بخوام اضافه بکنیم برنامه رو، این میره بالاتر. حالا ما اینو با شما در میون میگذاریم که اگر یه وقتی روزی روزگاری فکر کردید که اهمیت این برنامه یا ارزش این برنامه انقدر هست که بیشترش بکنیم، طبیعتاً میسپاریم به عهده خودتون از حمایتاتون برخوردار بشیم، اگرم نه که حالا یا همین یه دونه رو ادامه میدیم یا هم دیگه خدافظی میکنیم میذاریم کنار. از این کارا هم میشه کرد دیگه، قرار نذاشتیم که مادام العمر بیایم و مزاحم شما بشیم. این یک. دوم این که میخواستم در مورد انتقاد صحبتی بکنیم که مرتب یکی دو بارم قبلا اشاره داشتیم با بهمن جان هم صحبت میکردیم، معلوم نیست چه به خورد ملت ما دادن که بعد از این دگرگونی انتقاد یه شرایط دیگری پیدا کرده. انتقاد مثل این که مثلا شما دشمنی پدرکشتگی دارید با طرف مقابل، اینجوری برداشت میشه که اگر بهش گفتی آقا جان این کار شما بکنی به نفع خودته اول و بعد به نفع مردمه و به نفع کشورته، به جای اینکه بگه متشکرم، حالا متشکرم نمیخواد بکنه بره مشکلش رو حل کنه، یه بازرسی بازبینی بکنه به اون رفتار و منش خودش، اینا گارد میگیرند، خط نشون میکشند، نمیدونم از یه ابزار دیگری استفاده میکنند و این که حالا میخواستم از
تو هم بهمن جان خواهش بکنم که یک صحبتی در مورد این مشکل بسیار مستحجن فحاشی هم یه چند کلامی صحبت داشته باشیم تا مطالب دیگرمون که ما میخوام در مورد سالگرد انقلاب یه سری حرفایی در اون زمینه بزنیم. حالا به هر حال شما در این مورد نقد گفتین، البته من یه بحثای ما در مورد همین سالگرد رسانه ها و اینا داریم باید زده بشه، ولی شما یه اشاره کردید نقد، من یک خیلی کوتاه سعی میکنم رد شم. یکی دو تا اتفاق در این چند روزه که کانال کوچه رو خیلی ها میشناسن ولی خب بسته شده، من کاری با من کوچه رو میشناسم، من شما هیچ کدوم نمیشناسیم کی هستن کی نیستن، ولی اون داستان نقد میگه از ما شکایت شده، من نمیدونم این کانال چه چیزی کرده. چند تا در همین زمینه کانال موسیقی است، آقای خیاط باشی خب ایشون صاحب نظرن در مورد موسیقی، من نیستم، من یه مخاطبم، ولی چند من یادم بار اول یکی از اینا رو کشف کرده بودم، اومدم از ایشون راهنمایی گرفتم، گفتم ببینیم بچه‌ها نصف بچه‌های جوونن، الان اون موقع یک کانال بود الان دو سه تا شده، بچه‌ها چی میگن، حرف حساب میزنن حرف بیخود میزنن، ایشون خب گوش کرد و گفت نه خیلی بچه معلومه موسیقی میشناسن، چقدر عادلانه نقد میکنن، هیچ به نظر نمیاد مثلا هدف شخصی دارن، معمولا کنسرتی رو پخش میکنن، راهنمایی میکنن، بله اصلا این به اطلاع موسیقی کمک میکنه، نقدایی که میکردن اگر خواننده برای به هر دلیلی اصلا روز خوبی نداشته، حنجرهش رو نتونسته نگهداری کنه، به هزار دلیل، یعنی بی خودی نمیگفتن که آدم پیلم نمیکردن که خارج میخونه یا نمیدونم از نو. من وقتی از ایشون من تاییدیه گرفتم مدت ها این برنامه رو تعقیب میکردم، فکر میکنم در جهت خود آموزش من به معنی شنونده موسیقی کمک میکرد، پیروز دیدم اینا هم گفتن که آقا از ما هم شکایت چی شده، خواننده ها این عدم تحمل دیگه، هنرمندان عزیز ما اگر یه جا لب زده رفتن حقیقتو گفتن آقا لب میزنی $200 بلیط میفروشی نباید نقد بزنی، این حق یعنی انصاف حکم میکنه که به مخاطبت چیز بدی، برای لب میزنه برای اون عده‌ای که متوجه نیستن من یه توضیح بدم، یعنی صدا رو میذارن روی دستگاه پخش میشه، ایشون لبشو با اون صدا تنظیم میکنه، اینو میگن لب زدن. یا هنرمندانی که بعضی از هنرمندای هم نسل من و ایشون به دلیل گفتم بخاطر پیری هم بخشی از زندگی، اتفاقا طرفدارانشون هم اینا رو خیلی دوست دارن و اینها رو با همون ایرادا قبول دارن، ولی به هر حال اینا ایرادگیری بیخودی که نمیکردن، اینو من با اون بخشش که شما اشاره کردین کار دارم، وقتی دیدم اینم دیروز نوشته بود که اینستا ما رو بسته و یکی ما رو بسته، این خانم اون آقا شکایت کردن، گفتم ایشون حسنه که دیدم، گفتم اصلا جا اصلا هنرمندای ما یه نقد خیلی ساده رو و این بد به این نشست که مشکل فرهنگی ماست، ما ند خیلی مشکل بزرگی هم هست که تعامل کوچکترین یعنی فورین و دشمنی تلقی میکنیم، در صورتی که ما بارها در مورد خیلی ها همین آقای همایون که بارها در مورد تلویزیونش صحبت کردیم، ما چیز شخصی با ایشون نداریم، امیدواریم این تلویزیونی که به هر حال در موقع رسانه هم خیلی هاش در لس آنجلس این سالها ضعیف شدن بهترم باشن ادامه بدن، منتها ما با اون اهدافی که با به مردم وقتی حداقل ما فکر کردیم خلاف گفته عمل میشه، دروغ گفته میشه و اونجا شما نقد کردیم، ولی ببینید تعامل نقد ایشون داشت منفجر میشد، یعنی عجب این مشکل واقعا بزرگیه در فرهنگ ما که نمیتونی من متاسفانه به اصطلاح یکی از ابزار پیشرفت کارهایی مثل سینما، تئاتر، موسیقی و جامعه به طور کلی همین نقد متاسفانه یه جور دیگه برخورد میشه و عرض کردم مثل پدرکشی. اولا تشکر میکنم از محبتت بهمن جان در مورد این صحبت موسیقی که کردی، ولی یه چیزی دیگر هم میخوام بگم دوستان، این روزا وقتی نگاه میکنیم میبینیم که در مسیر خودخواهی میتونم اسمشو بذارم، حالا نمیخوام تهمت به کسی بزنم، در مسیر خودخواهی گامهایی برداشته میشه که نتیجهش فقط نفاق و چند دستگی، و این رو باید یه فکری به حالش کرد، نفاق و چند دستگی در حدی است که شما نگاه میکنید یه زمانی آمدن یه گروهی نشستن این حرکت موفقیت نداشته، دلیلش هم خیلی واضح و روشنه، آقا آدمایی نشستن دور هم که هماهنگ نبودن با هم،
آدمایی نشستن که میخواستن هر کدوم به اون یکی بگه که من بهترم و نشده. این بنا از پایه کج گذاشته شده، تا ثریا دیوار کج رفته و الان که پراکنده شدن باز نمیان بشینن یه بررسی بکنن بگن آقا چرا ما شکست خوردیم، چرا نتونستیم به نتیجه برسیم، پس این اشکالات رو برطرف بکنیم که بتونیم این بار اگر دور هم نشستیم نتیجه بگیریم. هر کی یه گروهی رو باز دوباره یه جلساتی رو داره دنبالش میره، شنیدم آقای اسماعیلی هم داره این کار میکنه و دوباره باز نفاق و چند دستگی از این گروه تعریف کردن، اون گروه رو تایید کردن. خب طبیعتا معناش این میشه که یه گروه دیگر رو بیباها جلوه دادن، اون وقت اینا گرفتاری ایجاد میکنه، میگیم چرا. یه مطلب دیگه بهمن جان که الان خیلی داره اذیت میکنه اینی که مد شده بیان هر کی میاد جلو دوربین اپوزیسیون رو بزنه تو سرش. خود طرف مخالف اپوزه است، خود طرف که نشسته داره حرف میزنه اپوزه است، میزنه تو سر خودش که این اپوزیسیون کاری نکرده، این اپوزیسیون فلانه، این اپوزیسیون بهمانه. در شرایطی که هفته گذاشتم بنده عرض کردم بهمن جان بینندگان عزیز که طرف ما یک گروهی است به نام جمهوری اسلامی و ما اصلا بهش توجه نداریم و آمدیم داریم یه حرفای دیگه میزنیم، یه جوری تو سر کله هم دیگه میزنیم. من اشاره همین آقای اومد اشاره کردم، برای من یک کلیپ امروز دوستی فرستاده بود، ببینین آقای خیر بشی، این دوست فرستاده بود که من نقل قول میکنم این کلمات دقیق ظاهرا آقای شهرام اومینه که گفتن که ایشون فرمودن که به من بفرمایید کسانی که مثل دغدغه ایران رو مثل من دارن چه خاکی به سر بریزیم. حالا چرا حرف زده؟ قبلش ایشون گفتن که شاهزاده نمیخواد، به هر حال آلترناتیو خوبیه، یه نامی رو از پدر به ارث برده و ما هم در این برنامه همیشه دفاع کردیم از شاهزاده به عنوان آلترناتیو رهبری و یه چهره شاخص حداقل مشروطه‌خواه. یعنی نگاه خود من، حالا ممکن آقای خیر باشی به زاویه داشتیم، بوده که کاش شاهزاده تمام مشروطه‌خواه رو دور هم جمع بکنه و جمهوری خواهان بتونن یه آلترناتیو خودشون رو جمع بکنن. و این دوتا قدیما ما جوانتر که بودیم یه فکرایی هم دوتایی داشتیم که چقدر خوب میشد که این دوتا به هم یه جوری پیوندی بخورن، این جمهوری و چون همین آلترناتیو همین دوتاست. ولی حالا ایشون میگه که من چیکار کنم. خب من سوال میکنم شما اصلا چه کاری که چیکار قرار بکنیم؟ ما هر کدوم یکی از 90 میلیون ایرانی هستیم، یه کاری هم بلدی بکنیم، میمونه نمیدونم برنامه‌ساز رادیو تلویزیون یا شما که میگی روزنامه‌نگاری، و شما مگه قرار چیکار بکنی؟ شما رهبر حزبی؟ خب وقتی اینا عوضی که تلاشی بشه که خیلی هم دارن تلاش میکنن، بسیاری از مشروطه‌خواهان شناخته شده که تو همون تلویزیون هم مهمان برنامه هستن که شاهزاده رو با یه گروهی برای این آلترناتیو رهبری رو به وجود بیارن. خب شما وقتی اینو هی دیکته میکنی که نمیخواد، این دور شدن از اون آلترناتیو رهبریه دیگه. بحث سر این مثلا چیز شخص، بعد اینکه من میگم چرا نمیشینن. حسن جان تو فرهنگ ایران متاسفانه به هر دلیلی، اصلا شما بزرگترین هنرمند تاریخ باش، نمیدونم خبرنگار فلان، متاسفانه به هر دلیلی، اصلا من میگم دشمنی، میان با آدم لقب میدن، تیت میدن، اپوزیسیون نمیاد از اون شاهزاده‌ای که تلاش میکنید برگرده بشینه تا دیگران نمیان با شما بشه. اصلا سیاسیون باید با هم بشینن باید. نه با یک تلویزیون. تلویزیون کارش سیاست نیست، حکومت بردن آوردن نیست که. این بحث ماست، این نقد ماست، ما شخصی که نداریم. دقیقاً بابا جان اشاره که کردی، من یک پرانتزی بهش اضافه میکنم و اون این است که دوستان باور کنید، باور کنید، اینم خیلی بده، خیلی زشته که آدم باید التماس درخواست بکنه که باور کنید. آخه من یا ایشون چه لزومی داره بیاین مثلا به شما دروغ بگیم؟ مگه ما رو اعدام میکنید بنده بگم طرفدار نمیدونم فلان شخصیت هستم؟ خب مشکلی ندارم، یا میگم طرفدارم و اصلا کسی هم حریف من نیست، ولی واقعیت این نیست. باور کنید، باور کنید که ایشون بعضی وقتا فکر میکنن که دشمنی یه عده‌ای از دوستان و به هر حال طرفدارای ایشون فکر میکنن که ما پدرکشتگی داریم. نه والله،
ما اگر که میخواستیم دشمنی بکنیم، اگر میخواستیم ترور شخصیت بکنیم، خب مثل دیگران میرفتیم تو تمام مسائل خانوادگی و فلان و بهمان و از این حرفا دخالت میکردیم، توهین میکردیم، انواع اقسام تهمت ها رو میزدیم، همه این کارا رو میکردیم به زندگی خصوصی که بخوان حرف رو. نه، ما در زندگی خصوصی هر کسی آزاد هر کاری میخواد بکنه، اما وقتی که پا میذاره در جامعه و به عنوان اینی که برای مردم داره یه حرکتی رو انجام میده، اونجا اگر که لغزشی داشته باشه به خدا باید از ما تشکر کنه، اگر ریگی به کفشش نیست که ما ایراد میگیریم اون ایراد رفع بکنه که بهتر پیشرفت بکنه. و واقعیت الان اشاره کرد بهمن همینه. آقا در مسیری که ایشون داره میره ببینید اعتراض میکنه، اعتراض میکنه که مثلا فرض بفرمایید چرا نمیان، چرا ما رو دعوت نمیکنن به جلساتشون، چرا فلانجا یک همچین حرکتی رو مثلا فرض کنید حمایت میکنن، به ما که میرسه حمایت نمیکنن. عزیز من، قربون شکل ماهد، جناب شهرام همایون، اگر شما با توجه به تواناییایی که داری یه خورده این مشکلاتت رو فکر میکردی، تجدید نظر میکردی، باور کن میتونستی مؤثر واقع بشی. اما شما توی مسیری میری، وقتی داغ میشی متوجه نیستی چه کار داری میکنی. شما میای جلو دوربین، 20 بارشو من شنیدم که ما رفتیم خدمت ایشون، دو تا تخم مرغ نیمرو کردن خوردن، به ما ندادن، به ما اصلا تعارف هم نکردن. خب شما میخوای حالا اصلا هیچی، میخوای رفیق بقال سر کوچه‌ات، هر کسی میخوای شما اینجوری باش برخورد میکنی، بیاد باز دوستی بکنه، صمیمیت بکنه. شما یه گروهی رو میاری فقط فکر میکنی از این گروه چجوری میشه پول در آورد. اینو من به عنوان ناظر دارم میبینم. خب وقتی که میبینن شما داری این کار میکنی، اخوی طبیعتا در مسیر به اصطلاح رفتارشون یه تصمیماتی میگیرن. شما خیلی خوب، خیلی با استعداد، خیلی توانا، اما خب یه اشتباهاتی در کارت هست. باور کن اگر اینا رو رفع بکنی خیلی هم قابل اومق اهمیت میشی، در جلساتت هم شرکت میکنن، در جلسات هم دعوتت میکنن، همه اینا. این انتقاده. اما اگر که بخواد یه جوری دیگه بشه، اومق شما میتونی هرچی به ما دوست دارید بگید. و من اصلا من خودم این برنامه رو ندیدم. من رفتم تو برنامه ایشون کامنت، برنامه ما هم کامنت میذارم، ما کامنت ها رو بیشترش رو نگاه میکنیم، متاسفیم که نمیتونیم همه رو، فرصت نیست جواب داد. من رفتم رو کامنت هایی که برای ایشون گذاشته بودن تو برنامه خودشون تو همین یوتیوب، دو تا چیز این چند روزه دیدم که من این برنامه رو اصلا ندیده بودم. دیدم مثلا یه بیننده اعتراض کرده که خدا تو شکر چیز اینطوری که آقا این مرد، نمیدونم این آقای حیاتی تو ایران، حیاتی نامی مثل که گوینده نمیدونم تلویزیون بوده، شاید شما بهتر بشناسید، من نمیشناسم، ولی ظاهرا این گوینده تلویزیون بوده، اومده گفته که یه روزی این مثلا زنگ زد تو همین سالگرد 22 اینا، گفت ما با رژیم نیستیم. دیدم تو کامنت هایی که برای خودش گذاشتن طرف گفته آقا این شاید یه لقمه نون و از تلویزیونم بیرونه بخواد در بیاره. آخه شما این اومدی گفتی که چی؟ بیان سراغش بگن که حقوق بازنشستگیش قطع کنن یا مشکلات دیگه. آخه شما که میگی از اخلاق صحبت میکنی، من فحش دادن، فحش دادن که اصلا تنها عامل چیز ده بودن نیست. بازم دوباره تو همین کامنت ها گویا با آقای تهمتی، با آقای نمیدونم که مهران مدیری زده، باز یه دوستی نوشته بود آقا میخوای اینو تو این سن و سال با زنش اختلاف ایجاد کنی با این دروغ که پرستو فرستادن سراغ آقای مهران مدیری، برنامه هایی ضبط کردن، بعد گفتن حالا بر علی همایون باد. آخه همایون کی بوده، چه عددی بوده که اینقدر برای جمهوری اسلامی مهم؟ اولا جمهوری اسلامی بخواد این کارو بکنه دستور میداده با آقای، من فکر میکنم که آقای مدیری کارو میکنه، ولی تموم شد دیگه، ایشون دیگه بس وقتمون. ما به جایی که بپردازیم به مشکلات مردم در ایران، هی اصلا آره دیگه برای ایشون ماها رو هدایت کردن در مسیری که تمام وقتمون رو لطمه میزنه با اپوزیسیون. و نه، او چند تلویزیون دیگه هم هستن که در لس آنجلس دائم با این که گوه عرض کردم فحاشی نمی کنیم دلیل کافی نیست. حسن جان، با اعمال و رفتار یا مستقیم غیر مستقیم
من یه جمله هفته پیش گفتم، گفتم یه پول میگیرین نوش جانتون، اگه نمیگیرین بریم بگیرین، چون در خدمت جمهوری اسلامی هستی. و واقعیت اینه که آدم میخواد حرف نزنه ولی کشیده میشه، برای اینکه اینا بازی رو خودشون هم دلشون میخواد که حالا بگذاریم. بله بله، ماجرا به هر حال میگم متاسفانه خوشبختانه، نه متاسفانه، ما زود متوجه شدیم، یه جوری ما رو هدایت کرده بودن که بشینیم اینجا هی به این بگیم به اون بگیم یه اختلاف، بعد یه سریشون هم میان اعتراض، چرا اسماشون رو نمیگی؟ میترسیم مثلا؟ نه، ما ترسی نداریم. ما اگر میخواستیم بترسیم خیلی جلوتر از این حرفا خیلی موقعیت‌های خوب داشتیم، میرفتیم در اون شرایط قرار میگرفتیم و امروز هم نیازی نبود که بشینیم جواب بدیم که نه نمیترسیم. به هر حال یه اشاره‌ای هم به این فرهنگ، اگر موافق هستی فرهنگ کلاب هاوس بکنیم، بعد بپردازیم به وحشتناک. این فرهنگ کلاب هاوس، ما هر دو در این برنامه متعدد قبل گفتیم که باور داریم کلاب هاوس حیات پشتی جمهوری اسلامی شده. بله، یه برنامه های تک توک هست که میان، ولی واقعیت اینه که 80-90 درصد حسن جان باور من اینه که آدم هایی که تو کلاب هاوس میان مال اون برا با، یعنی جمهوری اسلامی هم. بله. و همه با برهده این بردا، خیلی چهرهای شاخص سیاسی که اولا ما بارهان گفتیم بسیار چهرهای شاخص داریم که مطلقا در رسانه‌های لس آنجلس حضور پیدا نمی کنن. و حتی همین تلویزیون ها من میدونم بسیارشون زنگ میزنن همین کارمنده اتاق فرمان، آقا تو رو خدا بیا فلان اینا، و نمیان. در نتیجه اپوزیسیون، ما یک اپوزیسیون فاخری داریم که کار خودشونو میکنن، تلاش خودشونو میکنن، برنامه های خودشونو دارن، نشست های خودشونو دارن، کنفرانس های خودشونو دارن، که اصلا این تلویزیون ها مطلقا همین چند هفته قبل دو تا کنفرانس من بلوچستان بود، من ساعت ها تماشا کردم، تو لندن انجمن پژوهشگران گذاشته بود، کار خودشونو دارن میکنن. تا اونا وارد این اپوزیسیون قلابی که این بر آبها ساخته میشه و لس آنجلس اینا نمیشن، اپوزیسیون صادراتی هم البته، یه سری صادرات، نه یه سری صادراتی هم، یه سری هم حسن جان چه اپوزیسیونی درست کردن. واقعیت اینه که من این آدما رو بعضی شما میشناسین، منم میشناسم. من سال 2004 فکر میکنم 2004 در لندن منزل آقای حسین بور رفتم، بسیار آدم با شخصیتی عاشقان بلوچستانه، ولی اینا در اپوزیسیون رهبری ایران واقعیت اینه که اون ردیف اول نیستن، نیستم. مردم ایران بسیاران اینا رو نمیشناسن. حالا ولی این فوش رادیو کلاب هاست و دور نشیم، این کلاب هاست این اواخر همین دو هفته درست در آستانه سالگرد انقلاب و که خیلی چیزا میتونست گفتگوهای خوبی بشه، واقعا دو سه تا از این کلاب هاست ها و یعنی اینم بازی های جمهوری اسلامی، من فکر میکنم پر از خانم ها دخترهای جوان وایستادن و آقایانی با رکیک ترین کلمات، و نمیدونم، البته یکی دو تا بزرگان ما متاسفانه تایید نمیکنن، نمیگم فوش رو تایید میکنن، ولی باور دارن که نمیدونم موسیقی رپ اومده اینا، خیلی چیزا در دنیا تغییر کرده و نسل ما باید بپذیره که اینم بخشی از نمیدونم ادبیات مبارزه است، یا اصلا جوونام نمیدونم، اون رو شاید نسل من نتونه هضمش کنه. اینقدر تو سرمون زدن به عنوان این که ما جهان سومی هستیم و ما عقب مونده ایم و ما فلان شدیم، که اصلا خود به خود ببخشیدا، ما خودمون باور میکنیم که باید تو سرمون بخوره و هر چی اونا میگن بگیم چشم. آقا کجای دنیا تایید میشود که یه آدمی بشینه در مقابل یه آدم دیگه این راجب خواهر و مادر و اسافل اوزا بدترین شرایط رو وارد کنن و خارج کنن، ببخشید من اینجوری حرف میزنم، و این بشه فرهنگ، بشه رپ اومده فلان غلط کرده اومده. رپ هم اینطوری نیست، آخه این درست نیست که بشینه به آخه این کجاش تمدنه؟ بعد یه سری هم برای که میرن این فوشا رو میخورن نمیتونن جواب بدن، دلیل توجیهی میارن که بله این مسکنه، این غلط کرده مسکنه. یعنی چه؟ آخه شما در حالا تو سالن خونتون تو اتاقتون بشینین هر کاری میخوان بکنین، کسی مبدی این کار، ولی شما وقتی میاد در جامعه یا آدمایی هم حق دارن بیان بشینن اعتراض بکنن به این قضیه، معنی نداره. آخه اصلا با فرهنگا با هم فرق داره، اصلا من کار ندارم. موسیقی رپ زادگاهش آمریکا بوده سالها دهه 70، من حالی رو نمیدونم. بله آدمایی مثل پاوراتی هم تایید کرده که این موسیقیه،
ولی گفته من راجع بهش چیزی نمیدونم ولی خودمو واردش نمیکنم. آقا موسیقی رپ داریم دیگه، توماج هم میخونه. بله اصلا رپ که همش فویده به بر رپ های آمریکایی. بعد یه چند تا کلمه تو فرهنگ آمریکا هست ممکنه یعنی تو فرهنگ اینا فوش نیست، مثل خیلی عزم خواهم مثلا ما آذربایجانی کوپای اغلی این خیلی وقیح نیست اونطوری که ترک ها ما بین خودمون سن. آخه اینا اینی که من فکر میکنم آقای خیلی باشید، من خودم واقعا شاک شده بودم وقتی اینو در یوتیوب دیدم برای ایشون فرستادم، اصلا غیر قابل باوره. و نگرانی کجاست؟ اگر 50 نفر تو اتاق باشن خب میگم آقا بالاخره جامعه همه، ولی وقتی شما میبینین نمیدونم 8000 اتاق پک شده، نمیدونم 2000 نفرم بیرون، نمیدونم تو اتاق دوم، اینجا نگران کننده است به نظر من. برای اینکه ما بیننده هایی که در این رسانه های مجازی و یوتیوب اینا هستن یه تعداد محدودی هستن. واقعیت همه جامعه که من بارها با ایشون صحبت میکنیم، دوست میریم مهمانی های او، میبینیم که واقعا 70% دوستان با تمام اینکه عاشقان ایرانو دوست دارن همه اینا، ولی از من ایشون یه سوال میکنن اون چی شد و چی، اصلا هیچی نمیدونن، نیستن. بله اینم بعد من جواب بگم، فضاش نیستن متاسفانه. چون ممکنه خیلی هم اصلا علاقه من نباشن به این اتاقا، من یه جمله بگم و پرونده اتاقا رو ببندیم. و اونی که دوستان عزیز، ما هی میگیم فرهنگ اینا اینجوری، فرهنگ اونا اینا، فرهنگشون اگر یه مردی یا یه زنی فرق نمیکنه برن به اون طرف مقابل خیانت بکنن، میان میگن که ما متاسفانه همچه حرکتی رو کردیم، تو میبخشی یا نمیبخشی؟ طرف میگه نمیبخشم، جدا میشن. میگه میبخشیم، تموم میشه دیگه، صحبتش هم نمیکنن، مال ما سر میبرن. اینا دو تا فرهنگ مختلفه. ما نمیتونیم بگیم حالا که اینجا اینجوریه بنده به عنوان شوهر فلان خانوم برم خیانت بکنم بعد بیام بگم پس دومیشم بکنم سومیشم بکنم. نمیشه عزیز من، نمیشه قربونتون برم. ما درسته که تو این کشورا داریم زندگی میکنیم، ولی هر چقدر اینا پیش رفته باشن، من فناتی که جهان سومی بی سواد فلان فلان و فلان هرچی میخوام بگیم، نمیپذیرم نمیپسندم که بیان دو نفر بشینن به زن و خواهر و مادر همدیگه هر چی که میخوان، هر چی از اون بدتر نباشه، به اسافل اوزا ببرن و بیارن. آخه این درسته؟ این مسکن میتونه باشه؟ خاک تو سر اون مسکن. این مال این. حالا بریم یه اشاره دیگه هم من اون دفعه هفته قبلم اشاره کردیم، من دیروز پیروز هستن جا دوستا مقاله خوندم در این باره و خودم به این باور رسیدم که بسیار درست میگن. اینم از بازیهای جمهوری اسلامی دوستان گفتن، نوشته بودم به درستی که یه سری چیزا بین ما اختلاف رو تشدید میکنه. این دوستان جامعه شناس نوشته بودن که این کلمه 50-70 در این 44 سال امسال خیلی مطرح شده، بولد شده، همه چپ و راست تو فضای مجازی اینترنت اینستا اینور و 50-70 سرکوب میزنن و فوش میدن، همین دنبال روش همین مسئله فوشیه که شما فرمودین. و اون دفعه ما اشاره کردیم آقا بخش بزرگی مردن، بخش بزرگی خانه سالمندان هم، بخش بزرگی زنده، ولی هیچ کسی نمیتونه بگه که اینا نیت بد برای سرزمینشون داشتن، گرچه اشتباه کردن. ولی مهم اینه که بنا به گفته این عزیزانی که اکثرا آدم های شاخص بودن، این کلمه بار منفی داره و بار منفیش اینه که ماها رو اصلا دوباره دور میکنه، ماها رو تا میان به هم نزدیک شیم از هم دوچار اختلاف میکنه. حسن جان تو وقتی سرکوب بزنم خب بسیارانی اشتباه های بسیار کردن. امروز یه جایی بود من شما دیدیم راجعه کشتیگیری که نمیدونم شورای شهر بوده هزار دا بوده، ولی امروز برگشته طرف مردم داره کار نیک میکنه و ظاهرا مردم استقبال ازش کردن. ما هم خب خیلی ها همیشه این حرفو میزنن که همین که در یه جایی نادم شدن از اشتباه های خودشون پی بردن و به سوی مردم اومدن، ما آغوش وا میکنیم، میگیم منتها با احتیاط. ولی اینکه اینا هی بیان اینو تشویق کنن، بجز اینکه اختلاف رو میون ماها و رهبران سیاسی و باورهای سیاسی تشدید بکنه، حسن جان هیچ چیزی نداره. این من یه اشاره کوتاه دیم برای یه خبری که جمهوری اسلامی یه بازی دیگه هم داره میکنه، اونم بازی که امروز با هم خوندیم 1500 نفر حالا انتخابات که تمام آمارا می نشون میده زیر 30% شرکت خواهند کرد، حالا پیش بینی ظاهرا 1500 نفر میخوان برن مجلس. جمهوری اسلامی میگه 500 خورده خانومن،
من برگشتم با حسن جان اسمی گفتم که پیش تحلیل من شدم اشتباه باشه داد و چند هفته دیگه معلوم میشه. جمهوری اسلامی میخواد خانم ها رو یه جوری فکر کرده بچن واقعا میتونه گورشون بزنه. آخه خانم هایی که جمهوری اسلامی بخواد بفرسته مجلس معلومه که از چه تفکری میان. و ولی خب خیلی هم زیرنویس و تو برنامه فوتبال و غیره و اینا نوشتن که این دوره دوره انتخابات زنانه و اینا. به هر حال گفتم یه گوش زدی بکنم، گرچه خانم ها بسیار باهوشتر از من و قصد خودشون هم میدونن گولی ها نمیخورن، ولی جمهوری اسلامی ممکنه بازی رو بکنه یا 30-40 نفر البته خانم رو بفرسته مجلس. این چیزی که مطرحه رأی گیری انجام شده ولی جمعیت لازم دارن که اونم 11 اسفند برای فیلم برداری اینا. بله اینا حتما فیلم برداری میکنن. به هر حال امسال وقتی ما میبینیم که چجوری دارن دست و پا میزنن، آره دست و پا میزنن که مشروعیت خودشون رو به رخ جهانیان مردم ایران که میدونن این فیلمو حسن جان به خارجی میدونه اینا. جمهوری اسلامی هر سال میخواد این فیلمو بگیره. من بذار یه چیز واقعی به شما از یه خبرنگار ارشد نیویورک تایمز آقای کینزر تعریف کنم. خودش بر من ایشون سالها نویسنده کتاب تمام آلد شاسمن تمام مردان شاه و یه زمانی هم حتی دوران خاتمی اینا خیلی نزدیک شده بود به اونا، چون ایشون خیلی از طرف خودش علاقه خاصی مصدق داره ولی من کاری با هیچ کدومشون ندارم. خودش یه روزی گفت که سالها ما میرفتیم برای روزنامه نیویورک تایمز گزارش تهیه کنیم، جمهوری اسلامی رو میبرده این صفا رو نشون میداده. خب اینا هم آمریکا بوده برای 4 روز مثلا میرفته ایران با 2 کامرامن که گزارش تهیه کنه، یو میبرد اینجا 2 کیلومتر، اینجا 2 مایل، اونجا 3 مایل، اونجا. خب میمد مینوشت که مثلا من حس نکردم مردم ایران این حکومت رو نخوان یا دنبال براندازی به اون معنا باشن. جمهوری اسلامی خیلی از این جمعیت استفاده میکنه و واقعا نباید هموطنان تو دام نمیدونم، من حداقل نظر شخصی می شما نظر شخصی خودتون میتونه بگین که بیاین نمیدونم رأی سفید بدین یا خیلی چیزای دیگه. جمهوری اسلامی هیچ کدوم کار نداره. جمهوری اسلامی جمعیت رو میخواد مگه از قبلش به خواننده هامون هم رأی میدادن میرفتن اونجا به جمعیت نباید اونجا باشه اسم خواننده ها نوشتن. ولی یه چیزی رو من با اجازت بهمن جان میخوام بهش اشاره بکنم و اون این است که دوستان عزیز در مورد این برنامه باز یادم افتاد امروز این برنامه 45مین برنامه است مثل این که تقدیم بینندگانمون میکنیم. دوستان عزیز واقعیت قضیه این است که به ما میگن اون بچه هایی که با ما کار میکنن میگن دیگران دارن مطرح میکنن چرا شما مطرح نمیکنید. به هر حال من وارد نیستم، حالا اگر شما واردی بله. بگو زنگول منگول و اینا رو من نمیدونم. به هر تقدیر یه چیزایی رو میگن که بعضیا آقایونی هستن که اصلا به لعنت حق نمیارزن. من دیدم اون زیر از پیپل و نمیدونم حساب مستقیم بانکی و نمیدونم خرید نمیدونم فلان و بهمان اینا اون زیر همینجوری میزنن و میگن که وضعیت ما در خطر، کمک کنید بشه تابی فضلت موجود پشمان لابیستای جمهوری اسلامی بله لابیست رسمی اینجا. خیلی جالبه، واقعا خیلی جالبه که میشینن 25 سال مدعی هستن که در امریکا زندگی میکنن از منافع این مزایا آمریکا استفاده میکنن، بعد بر علیه آمریکا حرف میزنن، تبلیغ جمهوری اسلامی میکنن. از همه اینا گذشته هر کسی هر اعتقادی داره برای خودشه تا جایی که به مردم صدمه نزن اونو ما بهش معتقدیم. اما این آقا میاد ادعا میکنه که تکلیف اپوزیسیون خود من روشن میکنن اونا با من، بعد میاد میشینه در مورد دیدم چند روز پیش باز یه ویدیو شما برام فرستادی یه آخوندی که معلوم از اینایی که اینجوریه خون خیلی خوشم اومد شما یه حرف زدی اینجوری حرف میزنه با ایشون نشستن و داره صحبت میکنه حالا نگو کی بگو و بعد تمام این تلویزیون ها همه تلویزیون های نمیدونم شیاطین و نمیدونم آدمایی که به هر حال از نظر اینا محدود و دم هستن و فلان و بهمان همه فحاشیاری میکنه. امروز میبینیم دوباره ایران اینترنشنال ایشون رو میبره. ما نمیدونیم معنیش چیه، خود ایران اینترنشنال رو ایشون فحش میده
یعنی بعد میبرنش، من نمیدونم میخوان تنبیهش کنن یا اینی که میخوان خرابش کنن، من نمیدونم. اما میبینیم این کارها هم داره انجام میشه که اینها رو جزء مسائل در حاشیه من خواستم از شما اصلا انصاف و وجدان حسن جان خوب چیزیه. به هر حال ما همه عاشقان ایران رو دوست داریم، ایران سرزمین ما، سادگاه ما، هیچ شکی نیست. ولی بخش بزرگی ما 40 50 سال اینجا زندگی کردیم، من خودم 50 سال سالا قبل انقلاب اومدم اینجا، به هر حال فرزندم اینجا متولد شده، 50 سال در این سرزمین زندگی کردم. بر طبیعیه که من بعد از ایران، من به این کشور میزبان بد نبوده برای من و خانوادم. آخه آدم یز این آقا 20 و چند سال خودش میگه در غرب زندگی، در اینجا زندگی میکنه، اگه شما اینجا اینقدر بدت میاد، خب آخه من نمیتونم اینو بفهمم. اون دفعه هم گفتیم که برای چی اینجا زندگی میکنی، کار شما چی اصلا؟ شما که 6 ماه اینجا 6 ماه ایرانی میگی، کارت چیه، شغلت چی، از چه راهی زندگی میکنی؟ درست، متاسفانه همچین مسائلی هست. و اما در مورد دو مطلب هست که تازگی در مورد صحبت میشه. دیروز من یه مطلبی خوندم در مورد مایکروسافت بهمن جان، که اینم اشاره بکنیم بد نیست برای هموطنانمون اونایی که در جریان نیستن، که 4 کشور هستن دارن سوء استفاده میکنن از این هوش مصنوعی و سوء استفاده غیر اخلاقی دارن میکنن. یکی روسیه است، یکی ایرانه، یکی حضورتون عرض کنم که کره شمالیه و یکی دیگه هم هست، که اینها دارن از هوش مصنوعی استفاده نابجا میکنن، که حالا دارن فکر میکنن فیلم های قلابی میسازن میشه چجوری یعنی جلوی اینا رو گرفت، که نه در مسیر ماجرای سیاسی بله. اینا دارن بله. حسابی میزنن به فرهنگی آقا نمیدونم اسمش چی میشه، حالا با یه خواننده بزرگم متأسفانه هفته قبل این کاری کردن و با تیلور سویت و 1 میلیارد اصلا چی رقم عجیب غریب بیننده پیدا کرد. من نمیدونم آیا بر طبق اون بینندم درآمد داره اینا رو نمیدونم بله. ولی بله. خیلی زشت. در جنوب اصفهان 72 کیلومتر طول داره، زمین نشست ممکنه تا خود شهر برسه. یه بری اندازه یه کامیون اینجا زیر زمین. پنج‌های خانه‌هایی همه مردم اصفهان داره فریاد می‌زنه که زلزله رخ میده. دیگه الان زاینده رود می‌خواد سیلی بزنه. ها اینجام باز شده. اینجا باز. میدان نقش جهان ما 46 سانت میشه. اینقدر نبود، واقعا اینقدر نبود. آبان اصفهان تا سال 1409 به صفر میرسه. در اون لحظه دیگه چاره جز مهاجرت کامل مردم اصفهان وجود نداره. قم گرمساره به سمت ورامین که فکر میکنم 500 متر طولش باشه. تا حالا هم در کاشان نشست با آقای رفسنجان. در استان گلستان شما با یه فروچاله عجیب روبرو هستید. 24 میلیون نفر از جمعیت ایران در زونهای فرونشست قرار دارند. فرونشست توی تهران از مناطق کشاورزی شروع شده و در واقع داره به سمت شرق گسترش پیدا میکنه. برین اون برای نوار خطر، فقط نگاه کنی ببین زیر این ساختمون چه اتفاقی افتاده که حالا نمیدونم 450 تا خانواده میخواه برنجن. ببینی چه خبره، داره زیر این خونه ها خالی میشه. آیا انداز نگاه کن خدا یا حضرت عباس. در تهران، در پایتخت ایران، بنا به گزارش سازمان زمین شناسی این رقم الان به 36 سانتی متر در سال رسیده در جنوب تهران، یعنی 90 برابر اون شرایط بحرانی در اتحادیه اروپا. شما حتی یک نماینده مجلس ندیدید که یقه وزیر نیرو یا رئیس سازمان محیط زیست یا وزیر جهاد کشاورزی رو بگیره که چرا این اتفاق افتاد. این فکر میکنم کجاست؟ دشت مرکزی کویر. این مثلا این تیپیکال این رملای دشت مرکزی کویر که تو همین مایه رنگ هست، ولی اینجا نیست، این ارومیه هست، این 5 کیلومتری ارومیه هست. گرد و غبارش تا 400 کیلومتر گرد و غبار نمکی خواهد رفت. مردم تبریز به مرور باید تبریز رو تخلیه کنند. طوفان‌های نمک تا خود تهران خواهد رسید، تا خود زنجان باید تخلیه شد. این چیزه طوفان شن تو درچه ارومیه است به طرف تبریز، دکنه ای دیگه نمیتونه اونجا زندگی کنه.
هیچ آبادانی وجود نخواهد داشت. این مملکت احتیاج به دشمنی نداره، خودمون داریم خودمون رو بکشیم. ما به وضعیتی رسیدیم که حتی تامین آب شرب هم برام بسیار از نقاط کشورمون یه مسئله و دغدغه است. نخور عزیزم نخور. بله فقط همین آبی رفت که دارم مصرف میکنم. این آب تنگیه که به والله قسم منکر شدن که این آب رو کودکان سرزمین من میخورن، اما آقای اردکانیان این رو هم شما بخورید هم بدید در جلسه چهارشنبه تو کابینه هم این رو بخورن، آقای رئیس جمهور هم بخوره و حتما هم بر جلسه سران و قوا به آقای قالیباف و آقای در واقع رئیسی هم حتما بدن که همین آب رو بخورن. بنده همکنون در بستر سد نیان هستم. همینجور که ملاحظه می‌فرمایید این سد کاملا خشک شده و خبری از آب نیست. در سوی چشمه خشک‌شده کوهرنگ بعد از هزاران سال می‌بینید که در واقع چیزی از دریاچه زیبای هامون باقی نمونده. سد گوتمند ساختن، آب شیرین کارون رو شروع کردن. امروز خوزستان داره ویران میشه. دو سوم اراضی خوزستان زیر سد گوتمنده. این کل نخلای ما که هست این از بعد 86 بیور ایران بیرفته و این آب شور مشخصه. این هم از شوری زمین های ما. والا خرمانو من نسگانی اندومانی سوزیشی هست سعاسی و نیوی شوی نوی گلوش 30 هکتار سو 30 هکتار چند مرتبه تماس گرفتی نیروهای حکومتی نیروهای زیراخار هیچ چه به دادمون نرسید، همش نیروهای مردمی. تمام درخت‌های کاج این منطقه رو جنگل‌خارا و زمین‌خارا همه رو آتیش زدن. دونه 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 بهتون میگم هزاران درخت تک تک همه رو آتیش زدن. اومدن جنگل رو کلاً جارو زدن بردن. بخش بسیار زیادی از جنگل کوهار از بین بردن. جنگل کاج فندقلوه. جنگل معروف به جنگل جعفرآباد. همه رو در آوردن. جنایت نیستی؟ کودکان سرزمین من دیگه رویا هم ندارن. یکی دیگه اینی که در سال 1409 اعلام کردن که مردم اصفهان باید اونجا رو تخلیه بکنن و متاسفانه این حفره هایی که در زمین فرونشست زمین رو نشون دادن اینها وحشتناک. آدم داره صحبت میکنه یه زیرش خالی میشه میره پایین، چند کیلومتر شما شکاف میبینید و متاسفانه خبر بدی که دادن تهران، زنجان، تبریز اینا همه در خطر نابودی هستن که به هر تقدیر ملت ایران تا اونجایی که امکان داره باید سعی بکنن که هرچه زودتر یک فکری به حال این بدبختی هایی که به سرشون داره میاد بکنن و همینجور نشستن و دست رو دست گذاشتن فایده نداره. میدونم که هزینه هم داره، هر چقدر هزینه داشته باشه شما فکرشو بکنید. روی هیچ خونه ای ننوشته که امشب این میخواد بره یا امروز این میخواد بره تای زمین و خراب بشه، دور از اون سر ساکنین اون خونه. به هر تقدیر از هر جهت اون مملکت و اون مردم بد آورده، داره بدتر میاره و یه فکر اساسی باید کرد. من فکر نمی کنم برسیم دیگه. من یه اشاره خاطرات همین سالگرد 22 بهمن. بله اون که نبلی اشاره صحبت سیاسی کرد آقای خیرباشی، اشاره سریع دو سه دقیقه بکنم اگر به سیاست علاقه بنده. من فکر میکنم که هفته قبل یه خبرنگار 53 سالی آمریکایی به نام تاکر کارلسون که سالها تو فاکس بود، بعد معروفه که به آقای ترامپ خیلی علاقه داره و بعد از اونجا اخراج شد یا هرچی، ایشون میره با آقای پوتین گفتگو میکنه. این پوتین گفتگوی دو ساعت و خورده ای در یوتیوب هست و من آمار من مال 4-5 روز پیشه، 15 میلیون دیده بودندم. ولی یه نکته رو اشاره میکنه اصلا جا واقعا در حاشیه باید بگم که هنوز سر صدا ایجاد نکرده و گفتن که منتظرن آقای تاکر کارلسون یه مصاحبه با آقای کلینتون بکنه، اونجا جنجال خواهد شد. این چی بود؟ ما دو تایی وقتی من برایشون تعریف کردم گفتم این سیاست آدم واقعا نمیدونه، حیرت آوره. آقای ترامپ میگوید که آقای پوتین
به تاکر میگه یه چیزی رو میخوام امروز اقرار کنم در این مصاحبه دو ساعت خورده ای، ولی این نکته که من آقای کلینتون داشته از نمیدونم دیدار میکرده با آقای پوتین بودن، پوتین دست کلینتون رو میگیره میگه بیل، به صدا میزنه میگه بیل چرا ما رو نمیبری عضو ناتو بکنی، ما میخوایم. اصلا این باور نکردنیه، چون ناتو با حسن جان با اون بودجه های میلیارد بیلیونی و اینکه سالا این بوده که خطر حمله نمیدونم کمونیسم و اینا رو دور کنه از والا، ظاهرا آقای پوتین بهش میگه که ما میخوام عضو ناتو بشیم، کلینتون میگه شب بهت میگم، شب مهمانی شام بوده معمولا رهبرها میرن، کلینتون یک کلمه به آقای پوتین برمیگرده میگه که حرفش اصلا دیگه نزن، که آقای پوتین از این کارسون میخواد که برو از آقای کلینتون سوال کن، راستازمایی کن و بگو چرا قبول نکرد ما عضو ناتو بشیم. من اینو خیلی حرف کمی نیست، البته این چند روزم شادم من ندیدم تو برنامه‌ای که به اون صورت سر صدا کنه، شادم میخواد نشده چون نشده، ولی این سوالی که او میخواسته عضو ناتو بشه به نظر من بسیار برای تحلیلگرای سیاسی جای بحث و نقد نداره، خیلی چیزا تغییر میده. بله بله، حضورتون عرضه بدارم که در این دقایق پایانی دوستان عزیز بینندگان گرامی هموطنان حواستون باشه، من اعتقاد دارم و مطمئنم که شما افراد مثلا 15 سال 20 سال پیش نیستید، شما افرادی هستید که دیگه توی این مدت پخته شدید نسبت به مسائل سیاسی و میتونید تا حدود بسیار زیادی تشخیص بدید که کی درسته کی غلطه. به ذهن خودتون مراجعه بکنید، چند تا خبرهایی رو که یعنی یه خبر رو که میشنوید با از چند جا اینو راستی آزمایی بکنید، تحت تاثیر این بوقی که توش میدمن قرار نگیرید، اگر که میخواهیم درست بریم جلو، صادقانه قدم برداریم. به هر حال این وصیت من. و مطلب دیگه اینی که دارن، ما یکی دو برنامه اشاره کوچیک کردیم، گفتیم آقا بیایید برعکس عمل کنید، به جایی که یه عده معتقدن شاهزاده رضا پهلوی تلفن رو برداره بگه که بهمن فتحی، آقای ایکس، آقای ایگرگ بیان میخوام یه جلسه ای تشکیل بدیم بشینیم تکلیفی روشن کنیم، این بار شما بیاید افراد مورد تایید خودتون رو مطرح بکنید، اینها رو توی برنامه ها توی دیگه برنامه اینا رو مطرح بکنید، کامنت بذارید، مشخص بشه، بعد اینا یک وقتی که کمپینی درست شد اون وقت بگن آقای شاهزاده رضا پهلوی بیان اینجا این گروه هست و شما هم بیان از اون چتر شما بهره برداری بشه تا بتونید موفق بشید. این رو حالا دارن یواش یواش یه جورایی با یه جمله های دیگه به نفع خودشون به نام خودشون مطرح میکنن. اینو به هر حال در جریانش باشید، اگر که فکر میکنین اینجوری میشه انتخاب بله. کرد افراد رو مشخص کرد، فکر میکنم پس آرزوی همه ماست که حسن جان این آلترناتیو رهبری سالگرد فتنه انقلاب هرچی بگیم بارا تکرار کردیم هست، و واقعا نهایت آرزومون اینه که دیگه دوباره سال دیگه همینجا نشینیم و همینا رو تکرار کنیم، حداقل یک حرکتی، یک، چون جامعه واقعا آماده است، همه هم میگن آماده است، ولی چه عواملی باعث شده هنوز دیگه بس ما تا کجا باید بدیم که ایران ما ویران تر بشه تا فکر کنیم که واقعا باید کاری کرد؟ ناخ از این بدتر دیگه چی میگه؟ دیگه اصلا نمیشه. تنها رایی که مونده با پاک کن از اون نقشه پاکش کنه آدم، تنها بهمه. همینه، اون یکی میاد میگه میخواد تیکه پاره بشه بشه، اون یکی نمیدونم میاد ماموریت انجام میده، براشون مهم نیست. من تعجبم در اینه بهمن جان، بینندگان عزیز، چطور ممکنه شما 600 تا چشم دختر رو ببینید بله. تو شلیک کردن، کورشون کردن، اینو آدم ببینه، صورت دخترایی رو که اسید پاشیدن ببینه، جوانایی مثل دسته گل که بالای چوبه دار رفتن ببینه، جوانایی مثل دسته گلی که تو خیابون بهشون تیراندازی کردن ببینه، هست و نیست مملکت رو، تمام معادن رو، همه رو، خاکشو به توبره کشیده باشن ببینه، نمیدونم هر چی که بوده و نبوده ترقی‌ها رو ببینه، باز از این رژیم دفاع بکنه. من اگر شما رو به هر کسی که میپرستی، تویی که این کارو میکنی،
بیا به ما بگو شاید ما فهمیدیم، ما میام دنبال تو، میام زیر پرچم سینه میزنیم. آخه شرف ما نمیدونیم تو فرهنگ لغات هست، مردانگی هست، انصاف، انسانیت اینا هست یا نیست؟ ما رو بلا تقلیب گذاشتن آخه برای چی؟ از استاد دانشگاهش، از نمیدونم کسانی که حالا یه چیزی مود شده همه میگن ما ژورنالیستیم، روزنامه نگاریم، فلانیم، باشین اصلا خدا باشین وقتی که دارید غلط حرکت میکنید، غلط حرکت میکنید. من عرض ندارم. یه بحث آخری هم بگم، امروز فرصت نشد، هفته دیگه حتما اشاره میکنیم. بسیارم به نظر من حداقل نگران کننده است که یه گروهی در آمریکا و بخشایی از اروپا چپ بعد از این جنبش برحال زنانه یا انقلاب زنانه گروه های درست کردن، چپ و راست پروپوزال به دولت های بزرگ میدن، به بنیادها میدن فاند بگیرن، همه هم دنبال یه حرفن، حمله به ایران فکر میکنن که حمله به ایران حسن جان راه حله. من البته اینطوری فکر نمی کنم. راه حل نبود جمهوری اسلامی. یعنی میگن بعضی هاشون، من تا خوندم گفتم بله تا مردم ایران دستکم گرفتن، البته من اینو نمیپذیرم که بله اگر حمله بشه یعنی مردم ایران دلشون قرص میشه و کار یه سره میکنن. کجا یه سره میکنن؟ تا اونجا مشکل ما شروع میشه. من حداقل مخالف هر نوع حمله و جنگم. این شما احتمالاً فکر میکنم هم عقیده باشیم. جنگ در کشورهای همسایه هم دیدیم، نه درهای دموکراسی رو به روی ملت افغانستان وا کرد، دیدیم چیکار کرد آمریکا بعد 20 خورده سال تحویل طالبان داد. بدتر اون عراق هم پریروزا حسن جان صحبت این بود که یعنی بخشی از گروه های که آمریکا از عراق بیاد بیرون بحث این بود، ولی یه سری نامه جمع کردن، پتیشن امضا کردن که آقا اگر از عراق بری ایران، عراق هم بدتر از افغانستان، التماس آمریکا که خارج نشه. در نتیجه جنگ رو ما فکر میکنم هر دو هم فکریم که حداقل ما مخالفیم، جنگ راه حل نمیدونیم. جنگ رو من باور ندارم که به هیچ وجه باعث، چون جنگ های امروز فرق کرد، اون جنگ هایی نیست که مثل ایران و عراق نیست که آمریکا لشکر بده تو، نه میزنه یه سری مشکل چیزای اقتصادی از بین میره، جمهوری اسلامی هم بهانه داره که مردم از این بدبخت دارن بشه. بله من چیزی که میخوام یادآوری بکنم، برنامه پیش بود یا برنامه ما قبل بود گفتم قبل از این که یک کشور دیگری حمله بکنه به جمهوری اسلامی، از خدا میخواد یک کشور دیگر حمله بکنه. بله، بله. این سر مردم گرم بکنه به اون و موندگاریش رو بیمه کنه. بله. ملت ایران خودش باید فکر کنه اون خرابی ها، اون نابودی ها، اون نمیدونم کشته شدن ها، اینا رو ملت فکر بکنه و بعد خودش تکلیف رو یک سره بکنه قبل از اینکه به اونجا برسه. و طبیعتاً بنده هم مثل بهمن عزیزمون با حمله خارجی و نمیدونم جنگ و اینا اصلا آبم توی جوب نمیره و راه حل نیستن، واقعا راه حل نمیدونم. به هر تقدیر ضمن تشکر و سپاس از یکایی که تموم شد دیگه، بله تا هفته آینده خدا نگهدارم، بنده هم آرزومندم که همه شما سالم و تندرست باشید. خدمت رو عرض کنم که از رضا کیهان مجدداً و رضا آلمان تشکر میکنم و تشکر میکنیم و امیدوارم که همتون سالم و تندرست باشید. تا درودی دیگر، بدرود. روز بخیر.